بنام خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های شهر و موضوعات شهری خوش آمدید. دو موضوع دیگر، نخست خدمات پستی و در قدم دوم افزایش زباله ها در مناطق مسکونی و جاهای دیگر از موضوعات برنامه کنونی هستند. خدمات پستی 145 سال قبل از امروز به شکل خیلی ابتدایی در افغانستان آغاز شد و حالا به شکل پیشرفته امور مربوط به آن به پیش می رود. تمرکز ما بر این است که تا چه حد از پست استفاده می شود و رقم واردات و صادرات پارسل ها و مراسلات در کدام وضعیت قرار دارد. بیننده این بخش باشید. خدمات پستی در افغانستان برای نخستین بار در 1870 میلادی آغاز شد و همکنون خدمات آن به هر نقطه دنیا گسترش یافته است. علاوه بر افغان پست، 7 شرکت خصوصی دیگر نیز مصروف خدمات پستی اند و رئیس افغان پست از وضعیت حاکم بر خدمات پستی رضایت دارد، هرچند نظریات مردم در این مورد متفاوت است. پست الحمدلله در حالت خوب قرار داره. چالش های در پست موجود است، به این معنی که در مدت 10 سال یا 13 سال توجهی که به بخش های تکنولوژی شده و متاسفانه بر پست نشده. اگر در کل گفته میتونیم که در حدود 80% ما خدمات پستی داریم، خدماتی که تحت کارهای ادارات دولتی را اجرا میکنیم. یعنی در 20% دیگه کارمند مشتری های ما از طرف از بیرون از بیرون مردم های عادی است. دیگه پست حالتش خوب است، انشالله آینده خوب داره. سطح واردات و توزیع پارسل ها و مراسلات از طریق پست نسبت به صدور آن به مراتب بیشتر است. پارسل از تمام کشورهای جهان موصلت میکنه که بیشتر پارسلاتی که وارد میشه در بخش واردات و توزیع پارسل از کشور جرمنی است، امریکا است، استرالیا است، دبی است. بیشتر جنس هایی که میایه وسایل الکترونیکی است، مثل موبایل است، کامره است، کامپیوتر است و بیشتر دیگر ادویجات می باشند. بیشتر ارقام ما در طی یک روب، البته بیشتر از 450 عدد پارسل ما در یک روب توزیع می کنیم. پستکارت، ایروگرام، رسمی مراسلات، رسمی مکتوبونه، البته رسمی دوایی رو، شخصی مکتوبونه، در وڑی بستی یا وڑا پارسلونه چی ورته وی داخلی پارسلونه یا چی ولایت تا انتقالی که رسمی او که شخصی در وڑی بستی چی مثلا ولایت تا زی یا پا داخل خار که تبا دلکی در رسولی در پیزیش پستخانو پا زری بند اصل کی زیادتر بعضی وقتی راپورونه چی منگ ترازی در خستلو کچه زیاده یا بعضی وقتی در توزیم و راسلاتو کچه زیاده. فکر کوم د اخستلو د مکاتبو کچه زیاته. تنها برای جمعیت 6 میلیونی کابل 85 پسترسان در چارچوب همان تشکیل سابق فعالیت دارد که به باور استفاده کنندگان و شهروندان دیگر خدمات پستی در افغانستان خیلی کمرنگ و با تأخیر همراه است. چند بار از خدمات پستی استفاده کردید؟ شاید 6-7 بار استفاده کرده باشم. کشور اروپایی، کشور آسیایی. چی را اکثر وقت روان می‌کنید؟ امروز چی روان کردید؟ حالا یک کمی دوای یونانی بود، یکی از دوستا خواسته بود، برای اونا روان کردیم. نیدرلند، هلند. چطور از خدمات ما کجا مراجعه میکنیم؟ از لحاظ اداریش کاملا درست است. اما یگانه مشکلی که وجود دارد از مشکل وقت است که زیاد وقت در بر میگیره. شاید اینا میگن نهایتش در روز، اما گاهی اوقات پا تا 15 روز هم شده. فعلا نمی مشکل دیگه مشکلی وجود ندارد. باید شهروند کابل
گاهی از پست استفاده کردیم؟ نه برای فعلا استفاده نکردیم. اصلا نه با خاطر که زیاد مروج نیست. یک دویم از به نیت میت هم چی هست که ایمیل کنیم نه اینترنت ها نه خب هنوز ندیدیم ما با این موقع که یعنی ضعیف هست آه ضعیف هست یک کمی چی باید شا؟ خب یک تقریبا به نظر ما خب مروج شد و کارکرد چه زیاد شد و یعنی فعلا مجبور نیست؟ آه مشهور نشد هنوز هم مجبور به نظر هست مجبور هست باز از همون خاطر شاید بهتر شد. باورها این است که سطح بالای استفاده از اینترنت استفاده از پست را به خصوص در افغانستان کاهش داده، اما افغان پست تکنولوژی را همکاری خوب پست دانسته و میگوید هنوز هم اطمینان بر پست علاقه استفاده آن را حفظ کرده. زمانی که تکنولوژی وارد مارکت شد مومد پست گردید، یعنی بسیار همکار خوب پست است. مثلا وقتی که در یک کسی میخواد یک چیزی خریداری کنه از طریق اینترنت خریداری میکنه، مگر از طریق پست در پشت خانه اون شخص رسانده میشه. این یک مومد پست شده. یک تحقیقیه که در سال 1970 صورت گرفته در مورد پست که با آمدن تکنولوژی چقدر میشه که پست ضربه دیده باشه یا کم علاقمندی صورت گرفته باشه. او تحقیق نشان داد که در حدود 55% مردم علاقمند پست هستند. در نظر است افغان پست که حالا زیر نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی کار می کند اداره مستقل شود که با این کار می توان خدماتش را در هر نقطه افغانستان و جهان نسبت به حال بیشتر گسترش داد. دو موضوعی که به پست انشاءالله بسیار اهمیت داره، ما طرف شرکت شدن می ریم استقلالیت مالی پیدا می کنیم، خدمات مالی که روی دست داریم، خدمات بمداری است، خدمات منیاردار است، خدمات آنلاین شاپینگ است. از این خدمات روی دست داریم زمانی که بخیر ما شرکت شویم. و یک طرح دیگر، دو طرح به وزارت داخله و ریاست پاسپورت مطرح کردیم. این طرح زمانی که ما از خاطر اخذ پاسپورت به ریاست پاسپورت مراجعه کردم، مشکلات مردم را که دیدم باز رفتم که رئیس های پاسپورت یک نشست صورت گرفت و برشون گفتم که میشه که همی ازدحام میشه که از طریق ما خدمات که ما داریم، امکاناتی که ما داریم، از طریق ما انشالله ما در خدمت هستیم که طرحهای ما مورد قبول تان کرد. مثلا به سطح افغانستان در ولایت کابل ما میتونیم پاسپورت ها را از 25 پستخانه که ما داریم میتونیم که توزیع پاسپورت از طرف افغان پست صورت بگیره. حالا مکتوب، ایروگرام، اقلام نابینایان، مطبوع، پستکارت، بسته های کوچک، پارسل های پستی و اقلام دیگر به دو شکل یادی و ثبت شده از 25 پستخانه شهری پایتخت و نمایندگی های ولایتی به هر نقطه دیگر دنیا فرستاده می شود. قسمی که در این فصل سال به خصوص در گرمای تابستان مشاهده می کنید، سطح زباله ها در مناطق مسکونی و بخش های مختلف شهر بیشتر شده و در برخی موارد درماندن این کثافات باعث بدبویی و تأثیرات منفی دیگر بر جامعه می شود. به این اساس ما دلایل آن را روشن ساختیم و اینکه چه تأثیرات سو را با خود دارد و راه های جلوگیری آن را شناسایی کردیم.
گرمای تابستان از فصل‌هایی است که در آن تولید کثافت بیشتر می‌شود و زمانی که از گرما متاثر گردد، تأثیرات خیلی جدی را بر انسان و محیط به همراه دارد. ریاست تنظیف که مسئول پاکسازی شهر است، حالا در 24 ساعت ظرفیت انتقال 6000 تن کثافت را به بیرون از شهر دارد و در میان این زباله‌ها مواد هم هستند که این اداره خود را مسئول انتقال آن نمی‌داند. طبیعتاً در موسم گرمای سال تولید بیشتر میشه و از همه مهمتری که شما میفهمین که کابل فاقد کانالیزاسیون هست و اکثراً انتقالات ما رو لوش تشکیل میده و یک گلایه هم که من از شهروندان خانه‌ساز کابل دارم که خانه‌های نو میسازن، تمام مواد ساختمانی خاک اضافی رو سر زباله‌های شهری میریزن. اگر موضوع خاک ساختمانی نباشه و لوش که بسیار زیاد هست در همه جویها آب جریان نداره و این ماده سیاه رنگ تهنشین میشه و جویها رو پر میکنه، ناگزیر هستیم اونا رو تخلیه بکنیم. اگر این دو موضوع اضافی که بارشانه ای ریاست تنظیف هست نباشه، ما به کابل لحاظ نظافت جوابگو هستیم. اما این باید قبول بکنیم که از 6000 تن باری که ما در 24 ساعت انتقال میتیم، بیش از 2000 تنش مواد اضافی است که مسئولیت ما نیست. خاک ساختمانی، لوش و خوب خاکستر و خاک روبر ناگزیر هستیم، چون کابل تا هنوز اکثر ساعتش خام است. این دو ماده مواد اضافی هست که ما انتقال میدیم. ۳۷۰۰ نارنجی پوش مربوط این ریاست مصروف پاکسازی کابل هستند و 435 اراده وسیله مختلف دارند که برای ارائه خدمات معیاری کافی نیست. به این اساس عوارضی که می تواند در نتیجه موجودیت این زباله ها در شهر به میان آید خیلی جدی است. اولین چیزی که خطر یا احساس میشه و زیادتر مردم ساعتش با مخاطره می اندازه، خطر رشد انتانات است. امراض مختلفه انتانی، مثلا حتی امراض انتانی غیر انتانی هم سبب میشه، خصوصا اسالات، مارقه، ملاریا. رشد مگس ها را باعث میشه، خود میزو بالا انبارش در شهرها. وقتی که مگس ها رشد کرد، شما میفهمین که انتقال امراض بسیار آسان میشه. چیز جالب دیگه است که وقتی که زباله ها انبار زیاد شد، جوندگان خصوصا موش ها زیاد میشه. شما میبینید تابستان اینا هم باعث انتقال یک تعداد همراز میشه و نهایت هم زمانی که زباله ها زیاد شد، اونا همین خود زباله ها باید یا در آب یا در خاک باید جذب شد. زمانی که در آب جذب شد، شما میفهمید که آب ملوث بیست، آب های زیر زمین، و اگر در خاک جذب شد، حتی مطالعات نشان میده که ریشه های نباتات و محصولات زراعتی را از بین میبره. و در هوا شما میبینید که وقتی که اطراق میکنه، پلاستیک های اطراق میشه یا مشتعل میشه یا عمدی یا غیر عمدی، هوا را مولوده میسازه. و وقتی که هوا آلوده شد، انتانات مختلف تنفسی را باعث میشه، همچنان باعث الرژی های مختلف میشه. شهرولی کابل هر سال یک بار مواد سوختی یا تیلی مورد ضرورتی تمام شهرولی را قرارداد میکنه. قرارداد این بخش ما به کمیسیون ملی تدارکات بود، یک مدتی در بر گرفت تا که از اونجا خلاص شود. به همین خاطر یک سکتگی های در کار ما بود، مثلا تیل به موقع نمی رسید، وسایل به موقع بیرون نمی شد. به همین خاطر در بعضی از نقاط شهر مشکلاتی پیش آمده. اما حال چون قرارداد منظور شده، من امیدوار هستم که مواد سوختی تنظیف که ضرورت وسایل ما از موقع بیاید، در تانک تیل تنظیف تخلیه شود تا ما به موقع تیل توزیع بکنیم و به موقع وسایل ما برن در شهر به خدمت مردم باشه. شهروندان هم کم توجهی خود به بی‌کفایتی اداره های مسئول را در ازدیاد کثافت از مهمترین دلایل می دانند. شما خود می بینید که به چی حال است؟ عشقی که مردم، مثلا مردم مسئول اینجا جمع می شه بخاطر که سفید ها یا بخاطر نایه که بخاطر صفایی از اینجا جمع شه، اما کس مردم هم کاری نمی کنه؟ نمی کنه. و چطور است تنظیف کار میکنه به نظرت؟ کار میکنه. فیلم 6000 تن از روزانه از شهر بیرون میکنه. کار میکنن. چند وقت پیشتر هم اینجا شهروالی کابل آمده بود، یک چیز صفایی کردن، پس گم شدن، گرفت معلومات شما شدش. خواستان از مردم چیز چقدر باید تن بیکنه؟ دکتر گوام یک برای سیک شهروند این واقعیت است. ما خود ما کسی هم میالیم دوستا و یا کسی کار ما میگیم،
همین یک جوس یا یک چیزی را که میخورن نوش جان میکنن در سرک میندازن. بازی هم برشون میگیم اول این خود مردم باید است متوجه باشن. بله متوجه باشن. در هر جای از خو اینجا بخی یک جای است که چهار طرف بوتل هم هست. اینجا ما خود ما بوتل چهار دکان هم هست دیگه بوی رو آره زنیم از مارکت از اینجا از کلی که جای میاره نمی جمعه پرته اینجا بسیاره جایی چی هست بسیار با تکلیف هستیم زیاد دیگه بسیار منگه است و بوی است اینجا وطن نانخوری هم بسته داره. چرا خودتان اقدام نمی کنیم؟ اقدام میکنیم برادر که دیر فاس کنیم دیگه نمیشه خواهد گفت موکی میشه. ریاست تنظیف شاربالی کابل دلیل اصلی عقب ماندن در کار انتقال زباله ها به بیرون از شهر را تأخیر در قرارداد روغنیات اداره عنوان می کند و می گوید حالا که مشکل رفع شده کارها به مثل گذشته به پیش می رود. با این حال معالجان راه های را پیشنهاد می کنند که تطبیقیان می تواند مردم را از خطرات این زباله ها در امان نگه دارد. خانواده ها خصوصا در این تابستان فورا وقتی که جمع‌آوری میشه کثافات یا زباله ها از منابع مختلفی که هست خصوصا جایی که امکان داره گندیده شدن داره اینا را زودتر باید انتقال بده در جای معینش و با تعقیب از اون مسئولیت شاروالی است که از جای معینش درست اینا لباس شاروالی هم توقع از مردم مدارک با در جای معینش را با جا با جای اگر اونا پراگنده و اصطلاح باعث انتشار امراض هم میشه و وظیفه شاروالی که یک نهاد به اصطلاح به 5 میلیونی رسیدگی هم شاید نتونه برای اون مشکل باشه. یعنی یک همکاری متقابل بین مردم و شاروالی و دیگر ارگان ها باشه و فکر میکنیم که ساعت محیط ما سالم میباشه و امراض هم کاهش پیدا میکنه. در فصل های مختلف ما ارزیابی هایی که ما کردیم تولید زباله ها فرق میکنه. مثلا در این موسم سال استفاده میوه ترکاری بیشتر است و به همین خاطر پوست میوه پوست ترکاری و از همه مهمتر چیزهای نوی رواج یافته در شهر ما که این سوپ فروش ها هستن و هر سوپ فروش روزانه 500-600 گلاس داخل جوی ها میریزن. من امیدوار هستم که شهروندان کابل اولا خود این سوپ نخورن که این بسیار خطرناک هست در روی سرک و آلوده با میکروب و با همه چیز هاست و اصلا خود همین ماده سوپی که از کشور همسایه ما شما میاید چندان چیزی صحیح نیست، حفظ صحیح خوبی نداره. به خاطر من تقاضا میکنم که از این سوپ استفاده نکنن. فضلات انسانی در تمام دامنهای کوهی پایین میرن در کنار سرک ها میمانن. این مسئولیت تنظیف نیست. قانونی تنظیف و مقرره تنظیف حکم میکنه کسی که مبرز خود در کنار سرک عمومی خالی بکنه بعد تا 3 ماه به زندان بره. اما ما ناگزیر هستیم اینقدر خانه که در دامنهای کوهی به شکل خودسر ساخته شده این مواد اضافی رو وقتی که پایین میارن مجبور هستیم این انتقال بدیم. اگر نتیم به شما فکر بکنید وضعیت شهر چی میشه. بر اساس تحقیقات ابتدایی که صورت گرفته هر شهروند در جریان 24 ساعت 700 گرم کثافت را تولید می کند که در مجموع 7000 تن را تشکیل داده در حالی که ظرفیت 6000 تن آن موجود است و باقی مانده به شکل انبار باقی می مانند. برای انعکاس مشکلات شهری ما به خدمت هستیم. پس به شماره برنامه ما 077-77-23-881 تماس بگیرید و مستقیماً با ما هم صحبت شوید. وقت برنامه به پایان رسیده. از شما سپاس. پیروز باشید.